هدر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در تازه ترین خود به مقامات تهران هشدار داده است که ترور در خارج و نقض حقوق بشر در داخل کشور را متوقف کنند. دیگر مقامات وزارت خارجه آمریکا طی روزهای اخیر این مسائل را به مقامات جمهوری اسلامی ایران گوشزد کردند. گزارشی از فرهاد پولادی. خانم نور روز چهارشنبه در حساب توییتری خود نوشت آمریکا به حمایت از صداهای مردم ایران و به ترغیب و تقویت حمایت بین الملل از تلاشهایمان در این زمینه ادامه میدهد جهان باید به طور متحد به تجاوزهای ایران نبگوید سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین توییتی از رابرت وود جانسون سفیر آمریکا در بریتانیا را بازنشر کرد آقای جانسون با اشاره به مقاله‌ای که در روزنامه تلگراف چاپ لندن با موضوع تحریم‌های آمریکا نوشته بود افزود که فشارهای هدفمند و پایدار آمریکا تاثیرگذارترین راه در تغییر رفتار بد جمهوری اسلام ایران است در همین راستا رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا به شبکه عرب زبان الحره در واشنگتن گفت که اعمال مجدد تحریم ایالات متحده علیه تهران بر اقدامات برهم زننده تهران در منطقه تاثیر میگذارد براین هوک افزود که از زمان اجرای تحریم های نفتی آمریکا تا ایران حدود دو میلیارد دلار درآمد خارجی از دست داده است. Since 2013 has spent 16 billion dollars... این رژیم که از سال 2013 حدود 16 میلیارد دلار در اراق، سوریه و یمن برای تامین مالی شبه نظامیانش و ارسال موشک به این کشورها با هدف برهم زدن ثبات در منطقه هزینه کرده است. بنابراین تحریم های آمریکا که تا کنون به درستی اجرا شدهاند شدیدترین در تاریخ علیه ایران هستند. ما این تحریم ها را در چارچوب کمپین فشار حداکثری تا زمان تغییر رفتار رژیم ادامه خواهیم داد. آقای هو همچنین با تشریح اینکه هدف نهایی اعمال مجدد تحریم های آمریکا تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران در قبال مردمش و جهان است گفت که دولت پرزیدنت ترامپ در کنار خواسته های مردم ایران ایستاده و از آن حمایت میکنه. people exhausted By this مردم ایران از رژیمشان خسته شدند. این رژیم کامیابی اقتصادی حقوق بشر و عزت انسانی را از شهروندانش طی 39 سال گذشته رو بوده است. ما از خواست مردم ایران برای دستیابی به حکومت بهتر حمایت میکنیم. آینده سیاسی ایران را مردم ایران رقم میزنند. اما آمریکا قویان از خواسته مردم ایران که دستیابی به زندگی بهتر برای رژیم سرکوبگر و تاریک دیکتاتوری حمایت می‌کند. به دنبال خروج ایالات متحده از توافق هسته موسوم به برجام تحریم های آمریکا علیه ایران که پس از اجرای توافق لغو شده بودند بار دیگر در دو مرحله به اجرا درآمدند فرهاد پولادی صدا آمریکا